سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد: حقوق تظاهر کنندگان ایرانی باید محترم شمرده شود. حمایت سناتور تد کروز از قیام مردم ایران. آخوند سالک عضو مجلس ارتجاع: شعارهای تظاهرات مردم را مجاهدین طراحی می کنند. فرحان حق، سخنگوی آنتونیو گوترز، دبیرکل سازمان ملل، در پاسخ به سوال فاکس نیوز درباره تظاهرات مردم ایران گفت: ما یک بار دیگر تاکید می‌کنیم ضروری است تا حقوق تظاهرکنندگان برای آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز محترم شمرده شود. سناتور تد کروز از اعضای برجسته سنای آمریکا طی پیامی گفت: آمریکا باید هر کاری را که امکان دارد برای حمایت از تظاهرکنندگان ایرانی انجام دهد. اینها مردمی هستند که چندین ماه از شجاعانه به خیابان‌ها آمدند تا علیه آخوندها اعتراض کنند. آخوندها به شکل بیرحمانه و قساوتباری مردم را سرکوب می‌کنند و پول‌های بادآورده از توافق اتمی را خرج تروریسم کرده و به جای مردم ایران بشار اسد را تقویت می‌کنند. فاکس نیوز گزارش داد ایرانیان برای سومین روز پیاپی علیه رژیم آخوندی تظاهرات کردند. اعتراض اصلی مردم به هزینه‌های رژیم برای ماجراجویی‌های خارجی از جمله در کشورهایی مانند سوریه و یمن است. این در حالی است که رژیم ایران مشکلات داخلی را نادیده می‌گیرد. این سیاست مردم ایران را به لبه پرتگاه رانده است و آنها را بین زندان یا وضعیت بدتر مخیر کرده است. آخوند سالک عضو مجلس ارتجاع از پیوند قیام کنندگان با مجاهدین ابراز وحشت کرد و گفت: شعارهایی را که در تظاهرات داده می شود مجاهدین طراحی می کنند. اعتراض به حق مردم و موج سواری مجاهدین باید از هم جدا شود. در گوهردشت کرج مردم در تظاهرات شبانه شعار مرگ بر خامنه ای سر دادند. جوانان با آتش زدن لاستیک خیابان را مسدود کردند. به دنبال درگیری مردم با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی، فضای جنگی بر این شهر حاکم بود. خدا لعنتتون کنه. به دنبال تظاهرات شبانه جوانان قیام آفرین در گوهردشت کرج، رژیم آخوندی به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت، مزدوران یکان ویژه و مزدوران بسیجی خود را چماق به دست به فلکه اول و خیابان‌های گوهردشت گسیل کرد. در اشتهار کرج نیز جوانان تظاهرات شبانه برگزار کردند و شعارهای ضد حکومتی دادند. دیکتاتور!